پاراشای هفته پاراشای وید حنان، یکی از پاراشایی که موشه ربنو مجددن از سر تدبیر برد ده فرمان رو با ما یک مرور میکنه به عنوان یاداوری، هشدار باش، چون بالاخره نزدیک به 38 سال از متن تورا، از هر سینای داره میگذره، حتی 39 سال. و اینجا موشه ربنو از کلام خداوند در پای کوه سینای از سر تدبیرت میاد در این پارشا سر صحبت رو باز میکنه و همون کلامی که خود خداوند در پای کوه سینای به قوم اسرائیل گفت رو به ما بازگو میکنه. یک از اینجا یاد میگیرن حخامیم که تورا احتیاج به یاداوری داره، همطور که در شما اسرائیل همیشه میخونیم اوزخرتم اتام، که به یاد بیارید، به یاد داشته باشید اونها رو. هر روز، هر هفته، هر ماه ما احتیاج به یاداوری داریم. هلاخوت پسح، هلاخوت روش هشانه، هلاخوت شبات با یک بار کافی نیست، احتیاج به یاداوری داریم. پس اون چیزی که در مدرسه یشیوا منزل در کوچکی و جوانی خونه پدر یاد گرفتیم، همه اینا احتیاج به مرور، حزارا، ریویو و یاداوری و تکرار داره. مثلا ما یک پاراشا رو، پاراشای وید حنان رو به طور مثال 120 بار در زندگیمون مرور میکنیم. هر ساله یک بار. پاراشای برشید 120 بار. تمام تورا رو 120 بار تو زندگیمون تکرار میکنیم، چون یاداوریه که بیداری پدید میاره. به همین دلیل در پاراشا موشه ربنو میاد و از اثر تدبیرت، اون 10 کلام و گفتاری که خداوند با قوم اسرائیل در میان گذاشت پای کوه سینای، یک یاداوری به ما میکنه. مخصوصا کلام یا فرمان دهم که در واقع بر طبق سفرنو بقیه تمام اون 9 فرمان رو همین فرمان دهم پایگذاری شده. لو تحمد، حسرت مورز، حسادت، جلسه، این که از مال دیگران، زندگی دیگران، خوشبختی دیگران خودمون رو رنج ندیم. در واقع پیشرفت دیگران باعث شادی ما باشه، یک حالت انرژی مثبت در ما پدید بیاد، نه حالت منفی، چون حسرت گواهی به کمبوده و این حالت کمبود در واقع ما رو به فکر میاره که چطور اون کمبود، اون ضعف رو برطرف کنیم. و حسادت متاسفانه امکان داره که با هیله و نیرنگ و یا دسیسه و نقشه منفی همراه بشه که بتونه شخص به اون چیزی که میخواد برسه. بیایم ببینیم هراب منحت حنوخ، سفر حنوخ چطور میاد این بحث فرمان دهم حسادت رو که راست شو بخواید از همون کوچیکی با ما به دنیا میاد و با ما این دنیا رو ترک میکنه رو توضیح میده. بله، حسادت از همون کوچیکی با ما به دنیا میاد
تو همون کوچیکی میفهمیم که اسباب بازی دوستمان اگر قرار فقط مال اون باشه ما رو آزار میده. از همون کوچیکی میفهمیم که اگر توجهی بیشتر به برادر و خواهرمون داده میشه ما رو آزار میده. از همون کوچیکی خودمون با دست خودمون برای خودمون ضعف و کمبود پدید میاریم با حسادت. نه اینکه صرفا من چیزی کم دارم، اینکه چرا دیگری یک چیزی بیشتر داره. و خود این یک خلأ میشه در زندگی ما مانند ابری که جلوی کلاریتی روشنایی زندگی ما رو میگیره که اونجوری که باید از زندگیمون لذت نمیبریم. چرا؟ چون دیگری داره از زندگیش لذت میبره و چون اون داره از زندگیش لذت میبره میاد تأثیر معکوس رو ما میگذاره که ما از زندگیمون لذت نبریم به خاطر حسرت و یا حسادتی که در ما به خاطر لذت و پیشرفت دیگری پدید میاد. چون هیچ موقع کسی نمیاد به رنج دیگری حسادت بورزه. ای این دندون درد داره، دو روز دندون درد داره، باریکلا خوش و به حالش. هیچ کسی نمیاد به رنج دیگری حسرت بورزه، همیشه به شوق لذت و خوشحالی دیگری شخص لذت میبره، حسادت میبرزه. پس ببینیم این در واقع یک خصلتیه که با انسان به دنیا میاد و انسان رو توی مسیر راهنمایی میکنه، چه بسا مسیر اشتباه، جهت اشتباه. ببینیم سفر حنوخ چطور این موضوع رو برای ما موشکافی میکنه که بیش از اون چیزی که فکرم نمیکردیم انگار دام حسادت داره لحظه به لحظه، روز به روز، درجه به درجه ما را در خودش غرق میکنه و خودمونم متوجه نیستیم. و مخصوصا کسی که از روی حسادت نه از روی عدالت شکایتی نسبت به دیگران داشته باشه همیشه بهانه چیزی قرار میده. کسی که از روی عدالت چیزی آزارش میده، ماشینش طرف اومده دقیقا جلوی ماشین این پارک کرده، این همه جا دبل پارک جلوی ماشین هم. از روی عدالت اگر نسبت به کسی ما شکایت داریم دقیقا دست میگذاریم رو همون موضوع شکایتمون. اما کسی که از روی حسادت نسبت به دیگری شکایت داره همیشه میاد ردگم کنه یه چیز دیگه رو بهانه قرار میده، چون خودش هم میدونه شکایت یه بی ثبات، خجالت میکشه که بگه من به خونه تو، به زندگی تو حسادت میورزم. پس حسادتش باید در خفا پشت پرده از یک بهانه نقاب دیگه ای استفاده بکنه که حسادتش برملا نشه. شخص خیلی ساده تر و راحت تر عصبانیتشو بروز میده تا حسادتشو. جلوی مردم عصبانی بشه اتفاقا بعضی موقع احساس قدرت میکنه، اما جلوی مردم حسادت بورزه خودش هم احساس شرم و ضعف میکنه، نمیخواد کسی بفهمه که این از روی حسادت داره شکایت میکنه. همیشه خودشو در کرسی عدالت قرار میده که من دارم شکایت میکنم. پس میبینیم چه ضعف بزرگی در ما هست که هیچ دکتر و پزشکی هم نمیتونه کمکمون بکنه. چرا؟ چون خود ما هیچ اذعانی اعترافی به این ضعف و بیماریمون نداریم که چیکار کنم،
حسادت صبح تا شب منو تنها نمیگذاره. بریم یه نفر درمانی، دکتری، چیزی، خودمون اعتراف نمیکنیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه شرممون میشه. خودمون میدونیم که حسادت یه چیز ناسا درستی نیست، اما عصبانیت رو شرممون نمیشه، بددهنی شرممون نمیشه. چه بسا میگیم ببین من اینجوری هم، من آدم عصبانی مزاجم، من پارو دومم بذارن اتفاقا خیلی راحت میگیم من عصبانی مزاجم، اما هیچ کسی نمیگه که من ببین آدم حسرت خوری هستم، به زحمت کفش نو میخری جلو من راه نرو، من آدم حسرت خوری هستم چیکار کنم. هیچ کسی نمیاد همیشه بهانه رو، حالا خوب این کفشتو بیا جلو من نشون بدی. نمیگیم که ما حسرت خوریم که کفش نو تو ما رو آزار میده، که تو چرا اومدی با کفش نو جلوی من راه رفتی، از قصد خاصی چیزی خودنمایی شو آف بکنی، اتفاقا بهانه رو میزنیم سر دیگری. ببینیم سفر حخنوخ چطور میاد این درس رو برای ما موشکافی میکنه که بگه ببین گول حسادتتا نخور، خودتو گول نزن، قبول کن. اگر خداوند میگه قتل نکن، دزدی نکن، زنا نکن، شهادت دروغ نده، شبات رو حلو نکن، احترام پدر مادر بذار، اگر بقیه اون 9 فرمان دیگه خداوند میدونه که در ما گرایشی هست، به همین دلیل اومده به ما تذکر میده، قبول کن حسادتم در ما هست، بی دلیل خداوند تذکر نمیده. و از همون اول ابتدا خداوند میگه آنوخی عشه ملوخ عشه وستی خواه مهرس مصرعیم، من ازم خداوند خالق تو که تو رو از مصر بیرون آوردم، من آزادی تو رو تعیین میکنم، من بردگی تو رو تعیین میکنم، من کمبود و فراوانی تو رو تعیین میکنم، کاری به دیگری نداشته باش. لوی لخای لوی محرین، چرا میری به قدرت حسادت رو میاری و اون رو برای خودت بت میکنی؟ متاسفانه حسادت و حسرت در انسان یک نوع حالت سرکشی و طغیان پدید میاره که حتی به خداوندم معترض میشه، از خداوندم اشکال میگیره. چرا باید همسایه من 4 ماشین جلو خودش جلو خونش پارک باشه، من با یه دوچرخه بعد روزا برم سر کار؟ انسان راحت را به شکوه و شکایت در برابر خداوند میاره. پس حسادت چون ما از کوچیکی باش بزرگ شدیم و جزء اخلاقیات نهفته ما هست و همیشه هم اون رو قایم و پنهان نگه داشتیم، هیچ موقع به فکر اصلاح اون در نمیاد. و اتفاقا راست شو بخوای حسادتی حسرتی هم آزارمون بده، با یک سری سمپاشی، بدگویی، لاشونهارا، با یه مقدار حالت شکوه و شکایت و ایراد و عیب و بهانه‌گیری سعی میکنیم طرف و جلو خودمون پایین بیاریم یا در انظار مردم، که حداقل دلمون خنک بشه دیگه اون به اون صورت آزارمون نده. یک جور دیگه تلافی میکنیم اون ضعف روحیمون رو که غرور ما ظاهرا مورد حمله قرار گرفته، چرا که دیگری توجه و افتخار و شهرت و مقام و ثروت بیشتری از ما داره، دیگه ما یک تاز نیستیم، انگوش به نما نیستیم، سپاتلایت نیستیم، همه نظرها به ما جلب نیست، میبینیم دستمون به طرف نمیرسه،
مالش و شهرتش و آبروش در نظر مردم دستبرد میزنه با لاشون ها را برگویی با تهمت. بیایم ببینیم سفر هخنوخ در این آرزه درونی به ما چه نصیحتی میکنه، چه هشداری میده که بعد مواظب چه دیو درونی باشیم. در سفر هخنوخ مسود اسه مسود لوت اسه مسوای 416 این دفعه یه نفر توی اتوبوس، توی ترن، توی تاکسی، توی عروسی از شما پرسید آقا راستی مسوای 416 613 فرمان چیه؟ شما الان یاد گرفتی میگی مسوای 416 مسوای 613 فرمان چیه؟ شلول هیت عبود ممان حبرو، این که طرف به پول و دارای دیگری حسرت نورزه. سفر هخنوخ توضیح میده خداوند بی دلیل این فرمان دهم رو که یک فرمان اخلاقی رو به ما نداد. با اینکه به نظر میرسه عصبانیت خیلی خرابی بیشتری از حسادت به بار میاره، اما هیچ جای تورا نمیگه که لطیخ از عصبانی نشو، اما در مورد حسادت میگه لط تحمد حسرت مورز. شنیم نهنو لکبوا به محشبتنو لهیت عوض مش بیاد احاد معاحنو بنی اسرائیل. خداوند در بقیه نه تا فرمان دیگه ای که توی ده فرمان هست میگه آقا جلوی دستتو بگیر، جلو پاتو بگیر، جلو دهنتو بگیر، شهادت دروغ نده. اما موقعی که به فرمان دهم میرسه میگه جلوی فکرتو بگیر، سخت‌ترین فرمانی که برای هر شخصی تو زندگی وجود داره. هنوز داره فرمان اول رو انجام میده، خدا رو قبول داره. هنوز داره فرمان دوم رو انجام میده، بت پرستی نمیکنه. هنوز داره فرمان سوم رو انجام میده، قسم دروغ نمیخوره. هنوز داره فرمان چهارم شبات رو انجام میده. هنوز داره فرمان پنجم احترام پدر مادر رو انجام میده. فرمان ششم قتل نکن انجام میده. زنا نکن، شهادت دروغ نده، دزدی نکن، داره همه اون نهتا رو انجام میده، اما نمیتونه بیاد این فرمان دهم که در فکرش حسرت و حسادت نسبت به مال و دارای دیگری رو نمیتونه اون رو داره. یعنی در حینی که داره شبات نگه میداره حسرت هم میبرده، در حینی که داره تفیلا میخونه، کنیسا میره، خدا پرستی میکنه، حسرت هم میبرده، در حینی که داره احترام به دم آدم میگذاره. یعنی متاسفانه همه اون نهتا رو انجام میده، دقیقا با مخلوطی از حسرت و حسادت. چرا؟ چون در فکرشه، درونشه، بین خودش و خودش، و هیچ نوع حالت اینکه چطور داره با فکرش به خودش و دیگری داره ضربه میزنه رو متوجه نیست. و در سفر هخنوخ این چنین میگه خداوند ما رو میشناسه، لفی
شکویوت هم محشوا به تعوا الاتو دوار. سفر اخینوخ میگه ببین حداقل داره میری ماهیگیری، قلاب ماهیگیری، تور ماهیگیری تو آب میندازی، حداقل اون ماهیه میبینه که یه قلاب یه توری در کمینشه یا خودشو دور میکنه یا خودشو برحذر میکنه. اما حسادت قلاب و توریه که هیچ کسی متوجه نیست که یک دامی براش قرار گرفته و میگه به محض اینکه در فکرت حسرت و حسادت کسی رو راه بدی مثل اینکه براشون یک دامی قرار دادی، برای طرف مقابل یک دامی قرار دادی که بدون اینکه خودت هم متوجه بشی باعث ضربه به دیگری میشه. و نه تنها در فکرت شروع میکنی به تجزیه و تحلیل که اینو من چطور از چنگ این در بیارم، حیف اینه که دست این باشه. و میگه یک باره چهره‌ای، خصلتی، احساسی، دیو صفت در انسان پدید میاد که دیگری رو مورد هدف قرار میگیره که یک جوری اون رو چنگ اون در بیاره. پس آتشو بخوای لازم نیست که یه سیلی بزنیم تو گوش طرف تا از طرف عذرخواهی بکنیم ببخشید سیلی زدم تو گوشت، با اینکه تو تورا اینو نگفته ولی آیا شده کسی بره از دیگری عذرخواهی بکنه بگه میبخشی من نسبت به تو حسادت ورزیدم و یک احساس منفی در خودم نسبت به تو پدید آوردم و یک آسیبی، ضرری، دامی برای تو قرار دادم؟ آیا شده کسی بره از دیگری عذرخواهی بکنه به خاطر حسادتی که نسبت به دیگری ورزیده، حسرتی که خورده؟ بگی راستش اون روز موقعی که سر پیچ با ماشینت پیچیدی برند نیو، من پیش خودم یه حسادتی ورزیدم نسبت به تو و ماشینت. داشتم رد میشدم دم مغازه، دیدم مشتری ها مملو، وقت سرخانوندن نداری، یه حسرت و حسادت ورزیدم. میبخشی اگه من ورزیدم، حسادت ورزیدم؟ چرا؟ چون میدونم این حسادت و حسرت من یک دامی برات بود. پس یعنی اگر جرأت عذرخواهی برای حسادتمون رو داریم اون موقع است بریم حسادت ببرزیم، ولی اگر خودمونم رومون نمیشه به کسی فاش بکنیم که ببین من حسرت تو خوردم، پس بفهمیم این یک دامی هم برای خودمون و هم برای دیگرین بیش نیست. حسرت و حسادت. و گفتم خدمت کسی که از روی عدالت شکایت میکنه حداقل یک دلیل موجه میاره، اما کسی که از روی حسادت شکایت میکنه اتفاقا همه دلایل و بهانه‌هاش ساختگیه، فقط صرفا به خاطر اینکه خودش رو توجیه بکنه، جاستیفای بکنه، کاور آپ بکنه که کسی نفهمه که روی حسادت داره شکایت میکنه، به نظر برسه روی عدالت داره شکایت میکنه. مگه ندیدی چجوری با من صحبت کرد؟ چجوری با صحبت کرد؟ نه آقا، حالا یعنی احترامی گفتن، که بنده خدا همینجوری راحت صحبت کرد، همیشه همینجوری صحبت میکنه، نه جلوی مردم که اینجوری زودی یه بهانه تراشی، حالا نگو از جای دیگه به خاطر حسرت و حسادت.
راحتیشو از دست داده، بهانهشو میذاره سر اینکه چرا این اینجوری با من خوب بود بهتر صحبت میکرد. پس انسان میره تو کار نمایش، همش فیلم، همش حقه. کسی که از روی حسادت میخواد زندگیشو پیش ببره و نمیخواد ترک حسادت بکنه، چون بدترین عادتی که در انسان هست حسادته، چون ما باش بزرگ میشیم، چون برای ما شیرینه، لذت بخشه موقعی که حسرت دیگری رو میخوریم و در کمین ضرر و سقوط طرف میچینیم. پس چطور میتونه یک حسادت تمام سیستم اخلاقی انسان رو تغییر بده که از یک شخص خوشقلب تبدیل بشه به یک شخص قسی القلب؟ حداقل به خاطر عصبانیت طرف دلش خنک میشه، تو باشی دیگه اینا سر من نیارین. میگیم خب این اونو عصبانی کرد، این اونو ناراحت کرد، اینم تلافی کرد. اما از روی حسادت بدون هیچ دلیلی صرفا به خاطر سقوط دیگری خوشحال بشه، کمال بیرحمی رو در شخص نشون میده. پس تورا ما را میشناسه، قبول بکنیم. میگه فکر تو اگر از روی حسادت تنظیم بشه، یک دامی میشه بدون اینکه خودت هم متوجه باشی برای دیگری. حسرت همسایت رو بخوری، یک دامی میشه برای همسایت. حسرت رقیب و همکارت رو بخوری، یک دامی میشه برای، بدون اینکه خودت متوجه بشی داری باعث ضرر دیگری میشی. و موقعی که ما میایم هر روز میگیم خداوند خطاتی آویدی پاشتی تو تفیلا، میخونیم خطا کردم، مایی که سعی میکنیم در کسب و کارمون، در زندگی روزمرمون اجحاف نکنیم، دزدی نکنیم، باعث ضرر کسی نشیم، حق کسی رو پایمال نکنیم، آیا فکر اینو کردیم که با حسادت داریم جلوی پیشرفت دیگری، مانع پیشرفت دیگری میشیم؟ داریم چه بسا ضرر مالی، جسمی، روحی، بدنی برای طرف پیش میاریم؟ آیا فکر کردیم که جوری به طریقی جلوی حسادتمون رو نسبت به دیگر بگیریم که دیگری مبادا ضرری رو متحمل بشه؟ بهم در گمارا میگه، میگه موقعی که کسی داره از دم مزرعه دوستش رد میشه و این مزرعه موقع رشدش شده، موقع برداشتش شده، حاصلخیز، خوشه های گندم همچنان، میگه مبادا که خیره بشی و نگاه بکنی، رو تو اونور کن، چون بدون این که متوجه باشی امکان داره حسادت و حسرت تو رو فرا بگیره و باعث صدمه‌ای برای دوست بشی. همون چیزی که ما در پارشه هفته پیش دیدیم، پارشای هفته پیش موشه ربنو، پارشای دواریم سر صحبتشو با قوم اسرائیل شروع میکنه. سر صحبت موقعی که شروع میشه اله دواریم میرسه که موشه ربنو میگه بابا ماشالله شما انقدر زیاد شدید که من نمیتونستم تنهایی لبدی شما رو تحمل بکنم، به حدی که از خداوند درخواست کردم،
لو خل بدی صدتخم هشم الهیخم هیربا اتخم. هشم خداوند شما رو زیاد کرده و مانند ستارگان آسمان لاروب مملوک کرده، تا داره یه تعریفی یه بزرگی از قوم اسرائیل میکنه فوراً برخایشون میکنه. هشم الهی ابوتخم یوسف علیخم بیشترتون بکنه کاخم الف بامیم هزار برابر وی وارد خم برکتتون بکنه کشدی بلاخم. چون مبادا این تعریف من باعث حسرت و حسادت خودم بشه و باعث ضرر شما. همون الان با همون دهانی که ازتون تعریف کردم، الان با همون دهانم ازتون برخواهی میدم که مبادا حسادت من، تعریف من ذره حسادت برانگیزه. کی موشه ربنو دیگه چه برسه به من و شما که نباید از زندگی دیگران پیش دیگران تعریف بکنه. مبادا حسادت دیگران رو برانگیزه، چه بسا خودمون از زندگی شخصی خودمون پیش دیگران تعریف نکنیم که مبادا حسادت دیگران رو برانگیزه. پس بیاید به عزت هشم، مایی که باروخ هشم اون 10 تا فرمان دیگه رو مواظبیم، بیایم فرمان 10 رو الان روش کار بکنیم که حسادت نورزیم که باعث ضرر دیگری نشه. باروخ هشم لعلام، آمین و آمین. ربای میبخشیم تو اینجا یه